و اما خبری از کشور افغانستان. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازهشان از نقض حقوق بشر در افغانستان گفتند که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران افغان را محدود کرده و این رفتار طالبان می تواند مصداق آپارتاید جنسیتی باشد. این کارشناسان از 27 آوریل تا 4 می به افغانستان سفر کرده و یافته هایشان را در گزارشی مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند. در این گزارش از افغانستان به عنوان بدترین کشور در جهان در زمینه حقوق زنان نام برده شده است. در این گزارش آمده است که زنان و دختران در افغانستان هدف تبعیض‌اند که ممکن است به آزار جنسیتی تبدیل شود که می توان آن را آپارتاید جنسیتی توصیف کرد. این کارشناسان گفتند که بر اثر دستورهای طالبان از آگوست 2021 تا کنون محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و عدالت تحمیل شده است. در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که قضات طالبان به زنان متقاضی طلاق گفتند که چرا طلاق می‌گیرند در صورتی که دست و پای آنها شکسته نیست. همچنین به زنانی که در مورد بدرفتاری مردان به پلیس طالبان گزارش دادند تذکر داده شده است که نباید شکایت کنند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل تذکر داده شده است که ممنوع شدن کار زنان و خانه نشینی آنها باعث گسترش افسردگی و خودکشی شده است. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا و از ایشان پرسیدم آیا زنان و دختران افغانستان با آپارتاید جنسیتی از سوی گروه طالبان روبرو هستند؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان شما، عرض میکنم که بله، متاسفانه ما در افغانستان دقیقاً با پدیده تبعیض جنسیتی یا همون آپارتاید مواجه هستیم و این سیاست در سطح گسترده و به صورت هدفمند در حال وقوع هست و حتی میتونیم بگیم که فراتر از تبعیض جنسیتی که وجود داره، این گروه، منظورم گروه طالبان است که از شخصیت زن در حال انسان زدایی کردن هستند، اصلا اون شخصیت انسانی را از زن سلب میکنن و با زن در واقع به عنوان یک ابزار یا وسیله برخورد میکنن و این برخورد در شأن و منزلت و کرامت انسانی نیست و اونها مرتکب نقض کرامت انسانی از انسان شدن و میشن و این روند در سطح وسیع ادامه داره و فکر میکنم که در آینده ما با تبعیض‌های بیشتری نیز مواجه خواهیم شد و حتی از جامعه زنان هم فراتر خواهد رفت و دامن گروه‌ها یا اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم خواهد گرفت، به دلیل اینکه این پدیده جرم به همین صورت است که محدود به یک موضوع یا یک دامنه یا قلمروی مشخصی نمی‌ماند و گسترش پیدا می‌کند. با وجود گزارش‌های متعدد از نقض حقوق زنان از سوی طالبان، چرا سازمان ملل فشارهای لازم را علیه این گروه اعمال نمی کند؟ در مورد گزارش های سازمان ملل متحد، اینکه چرا فشار وارد نمی کند، متاسفانه سازمان ملل متحد بنابر اون ساختار رسمی و عرفی که داره قادر به اتخاذ تصمیم اساسی تر نیست. به این دلیل که میدونیم که در ایجاد و وارد کردن طالبان و به حکومت رساندن طالبان، قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نقش اساسی داشتند.
و همین کشورهای قدرتمند در سازمان ملل متحد نیز سیاستهای سازمان رو مدیریت میکنن، به اونا جهت میدن و هدف میدن. لذا بتونیم بگیم که سازمان ملل متحد به میزان زیادی نسبت به نقض حقوق بشر که فروعات اون را از جمله تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در نظر بگیریم، فراتر از محکومیت پیش نرفته و نمیره و حتی در محکومیت هایی که سازمان ملل متحد اعلام میکنه ما نوعی از تعامل را با طالبان میبینیم، یعنی یک محکومیت شدید به تمام معنا در چارچوب اسناد بین المللی هم صورت نمیگیره، متکی به اسناد بین المللی نیست که دارای ضمانت اجرا باشه، صرف اعلام یک محکومیت هست. ادامه وضعیت کنونی علیه زنان و دختران افغانستان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ ادامه چنین وضعیتی سبب حذف عملی نیمی از اعضای جامعه خواهد شد که در پی اون دخترانی فاقد تحصیلات عالی خواهیم داشت و متعاقب آن جامعه ای از زنان را داریم که تحصیلات کافی ندارن، نهایتاً 4 یا 5 کلاس سواد دارن و اینها در مراودات و رفتارهای اجتماعیشون دچار مشکل میشن، در مناسبات داخل خانواده دچار مشکل میشن و در آموزش و پرورش فرزندانشون هم دچار مشکل خواهند شد و حتی متاسفانه ممکنه که این اتفاق بیفته که بسیاری از دختران و زنان به دلیل اینکه از تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند، اینها وارد مدارس دینی شوند و به آموزش یا فرا گرفتن آموزش‌های دینی بپردازند که متناسب با خواست و تفکر طالبانی است نه اندیشه اسلامی، و گروه‌های تنرو و حتی سلفی را ایجاد بکنند که اینها بتونند روی فرزندانشون نقش بگذارند و نیرو یا پشتوانه نظامی برای طالبان فراهم بیارند. یعنی ما با یک جامعه مواجه خواهیم شد که میزان زیادی از اونها تفکرهای تندروانه دارند و اینها ممکن است که حتی فراتر از افغانستان نیز عمل بکنند، نفوذ بکنند و تهدیدی باشند برای جامعه بشری. دکتر عبدالواحد افضلی از ایتالیا با ما بودند.